خب ببینید، ما اومدیم تا این قسمت پیش رفتیم که در گیتمون اگه یادتون باشه نحوه است کامیت کردن پروژه ها رو خوندیم، چطوری به استیج بیاریم، از استیج کامیتش کنیم تو ویدیو اولمون و همچنین مستقیما بیاریم توی کامیت رو خوندیم. بعد در ویدیو دوم نحوه این که چطوری تغییراتی رو که تو ورک دایرکتوری دادیم و حذف کنیم چه کات میکردیم، اگر در خود استیج ادش کردیم چطوری از استیج در می آوردیم، ریست هد می زدیم در می اومد و خوندیم. بعد اگر کامیتش کردیم ریست سافت و ریست هارد رو خوندیم، گفتیم توی سافت اگر بین کامیت ها فایل ایجاد شده باشه هست نمیشه، فقط تغییرات هست میشه، در ریست هارد کور تغییرات هست میشه. بعد اومدیم در ویدیو بعدیمون نحوه بروز کردن برانچ رو خوندیم، چطوری برانچ درست کنیم، چطوری بین برانچ ها چکات کنیم، حرکت کنیم. نکته مهمش این بود قبل از جابجا شدن یعنی تعویض برانچ حتما باید همه تغییرات به استیج اد شده و کامیت بشه. بعدش اینو خوندیم اگر بین برانچ ها کانفلیکت رخ بده چیکار کنیم و در نهایت اومدیم گیت ایگنور رو ساختیم و این کار انجام دادیم. حالا الان میخوام و اومدیم یه پروژه رو به گیت هابمون به عنوان ریموت اوریجین ریپوزیتوری اد کردیم و پروژه‌مون رو روی اون چیکار کردیم، پوش کردیم. خب اگر از روی اون فایل ویدیویمون پیش بریم یادتون باشه رسیدیم به این قسمت که الان ما پوش رو کردیم توی ریموت ریپوزیتوری من هستش. من میخوام الان پروژه رو فکر کنید یکی از دوستان میخواد پروژه رو کلون کنه روی کامپیوتر خودش و روی پروژه یه سری تغییرات بده، بعد اون پروژه رو اون دوست من پوش کنه روی سرور و من برم اون تغییراتی که دوستمون داده رو روی کامپیوتر خودم پول کنم. خب اینو انجام بدیم. به خاطر این وصل شدیم به یکی از کامپیوترهای یکی از دوستان ما. خب آقای علی بابای عزیز هستش. ببینید من اول باید آقای علی بابای رو به چیز خودم دعوت کنم. نگاه کنید من میگم الان تو گیتاب خودم تو قسمت ببینید سیتینگ توی قسمت منیج اکسس، نگاه کنید تو قسمت سیتینگ پروژم تو قسمت منیج اکسس قسمت دعوت به همکاری هست، اینو میزنم و اینجا یوزر سجاد داش علی بابا اینا سجاد علی بابایی رو چیکار میکنم به پروژه چیکار میکنم دعوتش میکنم. بلافاصله که من دعوتش کردم یک ایمیلی الان برای آقای علی بابایی چیه ارسال میشه. آقای مهندس زحمت بکش یه لحظه برو تو جیمیل ببینی اومد اون دعوت نامه بهت. آره اومد براش. خب ببینید یه دعوت نامه من براش رفته، میگه که میخوای با من همکاری کنی یا نه. ویو اینویشن رو میزنه بعد که زب بزنی من فروسکین کنم خوب دیده بشه. خب بعد اکسپت اینویشن رو میزنه. وقتی اکسپ این ورژن رو زد الان ما دو نفر پروژه‌مون بند شد به صورت همکاری به پروژه اینم چی شد نگاه کنید اد شد. خب الان چی کار میکنه؟ میاد اینجا نگاه کنید تو قسمت ببین جواد جهانگیر تست پروژکت اینو میاد الان تو یه پوشه ای مثلا رو کامپیوتر آقای مهندس یه زحمت به یه پوشه ایجاد کن تو کامپیوتر خوده. اسمش رو هرچی می نویسم بزن تست پروژه که اشتباه نشه. خب بعد وارد نه برو همون پوشه برو همون پوشه همون نه اونجا نه اونجا نه از اونجا اجرا نکن ببن برو تو پوشه همون اینجا راست کلیک کن راست کلیک کن گیت بش رو بزن آفره که تو پوشه باز کن یکی همین بزرگش کن نوشتهاش خونده بشه. خب الان بنویس git clone. خب ببینید چی بود https، نگاه کن مسیرمون اینه دیگه https دوتا بکسلش github.com slash. خب ببینید بقیهش از روی سایتت بردار بیا اینجا با
برو توی سایتت، خب توی گیتاب این مسیر رو کپی کن. آفرین. یه بکسش بزنه اونجا. تمام. ببین پروژه برای این چی شد؟ نگاه کن کلون شد. خب الان برو توی پروژه، توی تست پروژه. خب فرض کن یه فایلی اضافه کن، بیا یه فایلی مثلا به اسم ستزاد بهش اضافه کن. توی ستزاد هم یه چیزی بنویس. فکر کن ستزاد اومد به پروژه ما، یه کلاسی تحت عنوان ستزاد رو چیکار کرد؟ اضافه کرد و یه سری تغییرات چیکار کرد؟ روش اضافه کرد. خب الان ستزاد این تغییرات رو روز سرور چیکار کن؟ پوش کن. اول میای چیکار میکنه؟ مرحله به مرحله پیش میگه. دوستان نگاه کنید یه لحظه، مرحله به مرحله ستزاد باید چیکار کنه؟ الان دوباره باید اد کنه به استیت، بعد کامیت کنه، بعد پوش کنه. خب مرحله مرحله با هم میگیم. خب یکم بزرگش کن، حتی یکم بزرگش کن و صفحه تو دیده نمیشه. خب git state خواهی من بنویسم، خب یه دسترسی بده من بنویسم. خب نگاه کنید، بنویسید git state status، ببخشید اینتر میکنیم. خب ببین میگه این ستزا چی شده؟ اد شده. میگم git اد، اینو به استیجمون اد کن. اد شد، اینو کامیت میکنم داش ام، مثلا ببخشید داش ام شد. خب کم یه مقدار با دیگه ای داریم میبینیم تصویر. خب ساعتا خودت تاب کن داش ام، یه مسیج بده بهش. خب ببین چی میده بهش. یادتون باشه چون ستزا تازه گیتش رو نصب کرده، میگه تو تنظیمات یوزرات انجام ندادی. ستزا الان بیا با این دستورات git config group user.email ایمیل تو بده، git config group user.name ایمیل اسم تو بده. یه کلیه کن بیا با نه اونجا کلیه کن پاک میکنم. config دوتا داش گروه بار user dot email و اینو چرا آورد؟ چون ستزاد اولین بارشه گیتو نصب کرده رو کامپیوتر خودش، یعنی امروز این تصمیم گرفته با ما سر ناسازگاری داره، ما این نتونیم ویدیو رو ضبط کنیم. کد پاس دستی ها صوتی داره ویندوز بالا میاد، عجیب. داشت کاملی داشت که بار ایور دات نیم ایور نیم نیم الان کامیتش کن. خب این هم اد کرد. خب الان ست ست باید چی کار کنی؟ تنظیمات چی رو انجام بدیم؟ باید بنویسید گیت ریموت، گیت ریموت بنویس، نه نه گیت ریموت، گیت
ریموت اد کی دیگه بود؟ اد اوریجین، اوریجین او آرش به تپ بزنه میاره اوریجین باید بیاره ها او آی این اوریجین آی این آی این نه نه اور آی این خب الان بنویس دیگه اونو داشتی اس سی تی پی نه نه مستر رو نمیخواد پست اینتر خب میگه اد شده چون کرونش کردیم میگه هست خب من پوشش کن میگه چرا اینو داد چون کرونش کردیم و میگه اوجین الان همینه یعنی این توی اوجین چیه وجود داره خب من پوشش کن بریم گیت پوش داش یو نه نه گیت پوش من از گیت پوش داش یو اینجا می نویسی به کجا؟ به اوریجین مستر ببین توی ریموت ریپوزیتوری اوریجین پوشه چی؟ مستر خب اینجا یوزرنیم پسورد خودتو میدی میدید چرا الان قبولش میکنه؟ چون من اومدم ستزاد رو به پروژه خودم به عنوان همکار چیکار کردم؟ اد کردم وگرنه نمیذاش پوش بزنه چون من ستزاد رو به پروژه خودم الان ادش کردم مهندس رو این اجازه داد که ستزاد رو پروژه ای من چیکار کنه پوش بزنه و یعنی اجازه نمیداد پوش بزنه میتونست کرون کنه رو کامپیوتر خودت کار کنی اما نمیتونستی چیز کنی پسوردت یادت رفت ها فیلم استوب میکنم سب کن فیلم روزینم پسوردش رو زد و خب پوش انجام شد ببینید الان صد ساعت این رو روی پروژه ما چیکار کرد پوش کرد نگاه کنید الان من اگر برم تو پروژه ببینید اینجا یه بار ریفرش کنم بیام تو قسمت کدا ببینید بیام تو قسمت کامیتا ببینید کامیتا شد 14 تا ببینید کامیتای ما اول 13 تا بود یه دونه هم چی اضافه شد بهش ببینید صد ساعت علی بابا یه دونه چی زده بهش کامیت زده اگر الان بیایم توی کدا این فایله ستزاد دات تکس هم بهش شد اضافه شده فقط دارم مونده که من این رو پروژه خودم چیکارش کنم خب ستزاد پوش زده رو پروژه خودش من میخوام الان این رو پروژه همون پوش زده رو پروژه همون پوش زده من میخوام اینو پول کنم تم شد میام اینجا مینویسم که یه صفحه باش بشه مینویسم گیت پول تمام گیت پول بزنم نگاه کنید تغییرات آورد الان من یه گیت استیت بزنم نگاه کنید گیت استیت هم خالیه اما تغییرات رو پروژه من ببینید فایل ستزاد دات تیس و پروژه من هم چی شد؟ اضافه شد این شد نحوه این که چطوری ما یه پروژه یکی رو یکی از دوستان خودمون رو پروژه به عنوان همکار اد کنیم این دوست ما پروژه رو کامپیوتر خودش کرون کنه بره یه پوش یه تغییراتی رو پروژه بده پوش کنه رو سرور اصلی رو سرور گیتاب و ما این تغییرات رو از سرور گیتاب رو کامپیوتر خودمون چکار کنیم؟ پول کنیم با روزی موفقیت برای شما دوستان اشاره که بتونم با این دانش کمم تونسته باشم اطلاعات مفیدی تو این زمینه خدمتتون داده باشم لازم است یه نکته هم بهتون بگم گفتم آموزش های آژور ببین آژور مایکروسافت اینا خوب یه مقایسه های بهشون بکنم ببینید گیت متاسفانه خیلی خوب بود گیت هاب چون هم پروژه پرایوت بهمون میداد هم بابری اما متاسفانه واسه ایران پرایوت نمیده با فیلتر شکنی هم نرید چون بعضی وقتا گیر میکنه پروژهاتون رو میبنده ها و همه زحمت هاتون هدر میره اما آژور مایکروسافت فعلا اونم با وی پی ام میذاره میریم توش اما اجازه ایجاد پروژه های پرایوت رو بهمون چیکار میکنه میده در اصل اول میگیر از ما بعدش میده اجازه میده پرایوت ایجاد کنه هر کدوم یه سری مزیت ها معایب دارن یه خب یه سری آدم عاشق اوپن سورس و اینا اصلا با لینوکسی کار میکنن جاوا اینا کار میکنن با گیتاب کار میکنن یه سری دوستان هم چی هستن ویندوزی هستن با آژور مایکروسافت کار میکنن دوتاش هم خوبه یه سری هم خب میبرن گفتم اینو با ما سرور رو کار برای خودشون نصب کنن اینا آموزش هاشون همش رو من
توی آپارات هم گذاشتم، حتما برید نگاه کنید که چطوری سرور روکار گیت را اندازی بشه، چطوری با سرور روکار گیت هم با مایکروسافت ویژوال استودیو کار کنیم، هم با اینتگریجر یا همون خانواده های پی اچ پی استور و اینا. خب بعد و یه نکته، یه نکته هستش که بهتون بگم، من نحوه اتصال اینا آموزش برنامه گروهی در سی شارپ با گیت هاب، ببینید اینم آموزش دادم، فیلمش رو تو گروه چیکار کردم، تو آپاراتم گذاشتم که شما چطوری ویژوال استودیو رو به گیت هاب چیکار کنید وصل کنید، یعنی ویژوال استودیومون رو به گیت هاب چیکار کنیم وصل کنید. و یه موردی مونده که چطوری ما بیایم اینتیجر رو به چیز نصب کنیم، که اونم من یه ویدیو 5 دقیقه‌ای براش چیکار می‌کنم ضبط کنم، خیلی آسونه، یه لحظه صبر کنید.